با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب را میگشاییم با برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا با آخرین و مهمترین مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا به روال معمول همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین برگزیده امشب ادامه بی امان های جهانی حول پناهجویان خاور ای به تنگ آمده از نظام های دیکتاتوری رقابت های علیه گروه شورشی داعش با زمزمه های آشکار از حضور روسیه در سوریه و اعلام پرواز های شناسایی فرانسه علیه داعش کماکان ادامه حمایت های جمهوری اسلامی از نظام بشار با تازه ترین اظهار موضع ظریف و ولایتی به نفع این دیکتاتور منطقه‌ای بازگشت پرونده موسوم به کرسنت بر صدر صفحات روزنامه های تون رو به مساوی اهرام فشار علیه وزیر نفت دولت روحانی و باستاب گسترده اظهارات آمانو در خصوص روند راستی فعالیت‌های فعالیت های هسته ایران اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سهشنبه هفدهم شهریور ماه ایرانی برابر با هشتم ماه سپتامبر میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در ادامه برنامه با مروری بر چند رویداد کوتاه برنامه شب را پی میگیریم نخست تازه ترین اظهار موضع آمانو که با لحنی نامطمئن اعلام کرد نمیتوانم بگویم فعالیت اتمی اعلام نشده در ایران وجود ندارد شورای حکام آژانس بینال انرژی اتمی برای شنیدن تازه ترین گزارش رئیس آژانس در وین گرد آمده بودند با در این راستا یوکیا آمانو به 35 کشور عضو شورا گزارش داد که آژانس به موجب قرار داده. <applause> از خواهی می کنم ایمن سازی به کار خود در نظارت بر مواد هسته ای ایران ادامه می دهد یوکی آمانو گفت او در موضعی نیست که بتواند با اطمینان بگوید که مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد و به این جنبندی برسد که در ایران مواد هسته ای در راستای فعالیت های سالها می زست. یوکیا آمانو افزود با قبول پروتکل الحاقی آژانس به اطلاعات بیشتری درباره سایت های هسته ایران دست خواهد یافت و در آن صورت می درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران اطمینان موثق بدهد. در این راستا اما روزنامه های نزدیک به نهاد رهبری که عمدتا منتظر اظهار موضعی شکننده علیه توافق هسته هستند به طور هماهنگ در صفحات نخست روزنامه هایشان به ابراز نارضایی پرداخته بودند از جمله روزنامه اصر ایرانیان از این اظهار موضع دبیر کل جهانی آژانس به عنوان دبه جدید آقای مدیر کل یاد کرد بخشی از اظهارات آمانو مبنی بر ساخت و ساز در پارچین توان راستی آزمایی را کاهش می‌دهد را استناد کرد به دب به آوردن این مقام جهانی همچنین روزنامه کیهان نزدیک به نهاد رهبری ایران از آن به عنوان اظهارات مزهک داور برجام یاد میکرد و با تیتری آمیخته به تعنه از زبان آمانو نیشالود نوشت که انحرافی نیافتیم شاید بعدا پیدا کنیم ادامه مروری کوتاه بر خبرهای کوتاه با آخرین کش و قوسها در عرصه پناهجویان پناهجویان پرماجرای خاورمیانه ای از استبداد و خودکامگی در پهنه اروپا صدها تن از پناهجویان عرب آسیایی و آفریقایی که از انتظار برای رسیدن اتوبوس ها خسته شده بودند دیروز دوشنبه صفوف پلیس مجارستان در مرز با سربستان را شکافتند و پای پیاده از طریق بزرگراه به سمت بوداپست پایتخت این کشور به راه افتادند به گزارش خبرگزاری اساسیتد پرس پلیس مجارستان بارها تلاش کرد تا موانع را بر سر جده های منتهی به روستاهای مرتبط که محل تجمع پناهندگان است ایجاد کند ولی پناهجویان که شمار آنها گویی نسبت به نیروهای پلیس زیادتر بود به راحتی صفوف آنها را شکافته و با عبور از مزارع اطراف راهی جاده اصلی به سمت بوداپست شدند پناهجویان امیدوار بودند که با رساندن خود به بوداپست با استفاده از قطار یا اتوبوس راهی اتریش یا آلمان شوند این گزارش ها می پناهجویان در حالی که کوله پشتی با خود حمل می کنند در نوار باریک بزرگ راه به حرکت در آمده و پلیس ناچار شده است تا آنها را همراهی کند ولی اقدامی برای متوقف کردن این مهاجران انجام نمی دهد یک هلیکوپتر پلیس نیز وضعیت را از نزدیک دنبال می کند. پناهجویان دست خود را به علامت پیروزی بالا برده و مقابل دوربین های تلویزیونی شعار میدادند آلمان آلمان ادامه برنامه صفحه یک با موضوعات تازه و روزنامه برگزیده در برنامه امشب دفاع تمام قد مردان منتصب به رهبری جمهوری اسلامی از بشار اسد در حالی که موجی از رنج جمعی در جهان از مرگ کودک سوری در سواحل ترکیه ادامه دارد منجر به تعجب افکار عمومی ایرانیان نیز گردید بر اساس گزارش های منتشره در روزنامه های امروز علی اکبر ولایتی معتمد آستان ولایت و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی دیروز دوشنبه گفت هیچ کس مانند بشار اسد نمی‌تواند سوریه را از این وضعیت نجات دهد این در حالی است که اظهار موضع ظریف در دفاع از بشار اسد در سوریه نیز در روزنامه های امروز در اشکال مختلف تا حدودی باستاب داشت از جمله روزنامه افکار علی اکبر ولایتی رو نشان میداد که به نقل از این وزیر خارجه اختصاصی و موازی در واقع شخص علی خامنه ای مدعی شده بود که سوریه تاوان مقابل با اسرائیل را می دهد این روزنامه به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی مدعی شد که بحران سوریه راه حل سیاسی دارد وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی مشترک با خوز مانوئل گارسیا مارگاگولو همتای اسپانیاییش کسانی که به گفته ای او درباره رئیس جمهوری سوریه شرط و شروط قائل شدند را مسئول تشدید بحران در این کشور دانست محمد جواد ظریف دیروز دوشنبه 16 شهریور گفته بود کسانی که درباره رئیس جمهوری سوریه شرط و شروط قائل شدند در دو سه سال گذشته باعث شدن که جنگ ادامه یافته و مسئول خوندیزی هایی هستند که اتفاق افتاده است. برخی از کشورهای عربی و در رأس آنها کشور پادشاهی عربستان سعودی و همچنین کشور همسایه ترکیه خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت هستند که گویا این اظهار نظر محمد جواد ظریف به اشارت و شاید به کنایت به کشور ترکیه به طور خاص انتقاد داشت که البته این تنشهای لفظی چندی است که اوج گرفته و همان که بیشین شما بینندگان مستحضرید رجب طیب اردوغان نیز دو روز گذشته ایران و روسیه را مسئول مستقیم مرگ پناهجویان سوری خواند چرا که این دو دولت از رژیم بشار اسد حمایت همه جانبه می کنن. و اما ماجراهای دامنهدار پرونده نفتی کرسنت از جمله مهمترین موضوعات امروز در روزنامه های عمده کشور بود در این میان ابرار به نقل از دادستان کل کشور وعده داد که این پرونده مراحل نهایی خود را طی کند همچنین روزنامه حمایت وابسته به ارگان قضایی ایران نیز به این موضوع می پرداخت بر اساس گزارش های منتشره در روزنامه های اصلی کشور ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای ملاقات با بابک زنجانی در زندان گفت که قوه قضاییه از همراهی نمایندگان استقبال می کند اما رسیدگی به یک پرونده قضایی تنها در شعن قاضی است ورق می زنیم و ادامه می دهیم با روزنامه های دیگر و موضوعات برگزیده دیگر در شماره های امروز روزنامه شرق به دو موضوع جنجالی و تا حدودی خاص پرداخت در مطلب اصلی از سوی نمایندگان مجلس و وکیل پرونده زنجانی خواستار آن شد که زنجانی را علنی محاکمه کنید این روزنامه نزدیک به طیفی از تحولخواهان به بهانه سخنان اخیر و جنجالی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران که گویی با موجی از اتهامات قضایی ترک سمت کرد و ترک منصب کرده بود از دوران سپری شده این فرمانده سخن می گفت و در یک وارسی تاریخی از زندگی سیاسی این فرمانده از سال 58 یعنی یک سال پس از استقرار نظام فقها ها و مسئولیت پذیری های عجیب و غیر منطقی این شخصیت نزدیک در آن جوانی پرده هایی تازه کنار می زد. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با مروری بر چکیده یادداشت های تحلیلی در روزنامه های امروز ایران حضور سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای در عهد احمدی نژاد در مجلس و تازه ترین اظهار موضع این دیپلمات به حاشیه نشسته پیشین موجی از انتقادها و بعضا تقدیرهایی را البته به تناسب خانشهای مختلف در روزنامه های دسوی طیف حاکم در ایران دامن زده بود در این میان روزنامه جوان روزنامه ای وابسته به ارگان نظامیان سپاه پاسداران در یادداشتی با عنوان مچگیری سیاسی در مجلس نوشت برخی رفتارها در داخل مجلس شورای اسلامی می تواند های سیاسی را در داخل مجلس تقویت کند و این بدترین نتیجه از بررسی برجام در مجلس است شاید خیلی دور از ذهن نباشد که برخی نمایندگان مجلس در گفتگوهای خود از اصلاح برجام سخن بگویند و به این نکته اشاره کنند که دولت برای اصلاح برجام باید بار دیگر وارد مذاکره شود. ادامه میده و ورق میزنم با روزنامه و مطلبی دیگر سرمقاله روزنامه ایران ارگان دولت نیز با آزردگی آشکار از سعید جلیلی با اشاره به حضور این دولت مرد پیشینی در واقع در کمیسیون برجام مجلس انتقاد میکرد که آقای جلیلی به عنوان شخص مطلع میدانند که اگر در شرایط کنونی برجام اجرایی نشود راه حل جایگزین بهتری وجود ندارد و اگر این راه حل ها وجود دارد ضروری است که آقای جلیلی و دوستانشان به این مسئله اشاره کنند و اما سامان سابریان در روزنامه قانون در نقدی تا حدودی تنتر به اظهار موضع جلیلی پرداخت بنابر گزارش قانون سعید جلیلی که به گفته رابرت جی این هورن مذاکره کننده ارشد آمریکایی به جای حل و فصل بحران هسته ای در آن مذاکرات از تاریخ اسلام و ایران برای مذاکره کنندگان خارجی می گفت این روزها که با دعوت نمایندگان تون رو به کمیسیون ویژه بررسی برجام رفت دولت روحانی ظریف و تیم هست را زیر سوال برده و اقدام به تخریب دستاوردهای مذاکرات می کند ادامه میده هم روزنامه ابتکار نیز با انتقادی تند به رفتار دوگانه ی مجلس در دعوت از سعید جلیلی به قیاس و ملاک قرار دادن نظرگاه ایشان در خصوص برجام در یادداشتی به قلم محمد علی وکیلی و به عنوان ارزیابی برجام با کدام قیاس معتقد بود اینکه برجام بایست در مجلس شورای اسلامی مطرح کردد قدم مهمی در احترام به دموکراسی و رأی مردم می باشد اما باید دید که مقیاس مجلس برای ارزیابی چیست آیا مجلس شورای اسلامی بناست با قیاس ها و با مقیاس های دکتر جلیلی به ارزیابی برجام بنشیند یا خواسته اکثریت مبنای رفتار مجلس می باشد اگر بناست با عینک جناب جلیلی به برجام نظر شود بیشک محکوم به مخالفت خواهد بود چرا که بنبست گذشته محصول نوع نگاه حاکم بر تیم هستهی قبلی بود به عبارتی نباید مقیاس های مجلس با مقیاس های مردم تفاوت معنادار داشته باشد بنابر گزارش روزنامه ابتکار شنیدن اظهار نظر سعید جلیلی به عنوان کارشناس همچون دیگر کارشناسان منتقد صحیح و شرط حکمت است اما رسمیت بخشیدن به مواضع ایشان و مقیاس قرار دادن نگاه و نظرگاهشان برای مجلسیان جای تعمل دارد و موجب نگرانی است اگر این سنت منحصر به سعید جلیلی نباشد و شامل حال رؤسای جمهور و وزرای گذشته شود حتما در ارتقای کارآمدی نظام به زعم روزنامه ابتکار مؤثر خواهد بود اما توجه به خواست اکثریت مردم که در انتخابات ریاست جمهوری تبلور یافت یک اصل است بی به آن موجب می شود که در واقع نوعی بی به افکار عمومی صورت بگیرد ادامه می ده هم. روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به سنرخی شدن قیمت ارز در ایران از وجود پدیده ای نو پدید و نو زهور خبر داد امو بانکی جای جمشید بسم الله نشست عنوان گزارشی بود که شرق به زوایای عجیب و انحرافی لایه قدرت پولی و سیستم پولی و ارزی در ایران می پرداخت شکوفه حبیبزاده در گزارشی در شرق نوشت در آخرین روز مهر سال 91 معاون وقت رئیس جمهور از بازداشت جمشید بسم الله خبر داد و او را عامل اختلاف در بازار ارز ایران دانست و ادعا کرد او روی چهار پایه ای می ایستد و قیمت ارز را تعیین می کند حالا برخی افراد که به گفته فعالان بازار از عوامل بانکی هستند بعضی از ساعات روز در بازار حاضر شده و نرخ سوم بازار را تعیین می کنند البته این بار از چهار پایه خبری نیست بنابراین گزارش این بار اما یک دستگاه کارت خان همیشه کنارشان هست و کارت ملی ها را هم چک میکنند میگویند قبلا یک خطی یا دو خطی دلار عرضه کردند اما حالا مشخص نیست چرا میزان آن را به 300 تا 400 هزار دلار در روز کاهش دادند حدود 7 8 ماهی است که حضور دولتی ها به حضور فردی مبدل شده و در واقع طیف جدیدی از دولتی ها یا همان پارسیانی ها وارد بازار شدند گزارش روزنامه شرق نشان میداد که این گروه جدید کاری به نرخ دلار زیر قیمت ندارند فقط وقتی میآیند که ارز بالای 3400 تومان باشد برخس فعالان بازار همین امو بانکی ها رو که جایگزین جمشید بسم الله شده اند عامل نوسانات می دانند و همین روزها انجمن سکه و صرافی هم امو بانکی ها را جلودار بازار خوانده اند ادامه می دهیم و ورق میزنیم با سایر مطالب در دیگر روزنامه ها در وقت باقی مانده محمود احمدی نژاد و کارهای غیر متعارف سیاسی اقتصادی این دولت مرد برکشیده از سوی علی خامنه ای کماکان مرتوجه روزنامه های بیشماری در کشور است و در هر روز پرونده تازه از ایام ویرانگر اقتصادی وی کنار زده می شود روزنامه آفتاب یزد در گزارشی از واردات 14 تن سنگ پا در دولت احمدی نژاد خبر داد بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران در آن مقطع زمانی اجناس چینی از جمله چراغ روشنایی، بادام زمینی، سیر مجسمه، گوشی تلفن همراه آجر بیلوکلنگ شانه زیپ تیق میخ پونز پیچ زغال شنوماسه عینک و عدسی و کالاهایی از این دست مثل چسب سیمخاردار و سبوس به کشور وارد شده است همچنین بر اساس آماری دیگر حجم برخی اقلام وارداتی به میزان 830 تن مداد تراش 247 تن مداد پاک کن 780 تن میخ و بالاخره 14 تن سنگ پا وارد کشور شده بود این روزنامه در انتقاد به این موضوع مینوشت که اگر قرار بود دلارها صرف واردات شود آیا بهتر نبود اجناسی به کشور وارد شود که تولید آن برای کشور صرفه اقتصادی به همراه می داشت گویا وقت برای بازخانی یک خبر کوتاه از روزنامه ایران ارگان دولت هم هست همانگونه که مطلع هستید بابک زنجانی و گمانه های گوناگون حول پرونده این بازرگان جوان محبوس ایرانی در تازه ترین اظهار موضع مقامات قضایی به صدر رسانه ها بازگشت روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر شماره امروز به نقل از یک نماینده مجلس خبر داد که اعدام هم نمیتواند پرونده زنجانی را ببندد امیر عباس سلطانی نماینده بروجرد با بیان این تا به حال قوه قضایی پاسخ نامنگاری مبنی بر تقاضای دیدار با زنجانی را نداده تأکید کرد تقاضای دیدار ما بابا با بابک زنجانی از قوه قضایی به هیچ وجه منتفی نخواهد شد سلطانی با بیان اینکه پیگیری پرونده بابک زنجانی از سوی نمایندگان تنها به شخص زنجانی ختم نمی شود اشاره می کرد بابک زنجانی تنها ویترین بوده و ما به دنبال شناسایی کسانی هستیم که زنجانی را به هر حال ساخته و پرداخته کرده عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس در پایان خاطر نشان کرد حتی اعدام بابک زنجانی هم نمیتواند باعث بازگشت دارایی های مملکت شود چرا که ما به دنبال دست های پشت پرده در پرورش بابک زنجانی ها هستیم و صرفا با دست برداشتن از پرونده زنجانی موضوع مذکور را پایان یافته نمی بینیم و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد همچون همه شب از محضر شما بینندگان عزیز دعوت می کنم که بیننده آخرین خبرهای تکمیلی از ایران منطقه و جهان باشید که از سوی همکارانم پس از پایان برنامه صفحه یک در برنامه آن سوی خبر و آگاهی شما خواهد رسید تا آنگاه و شمگاهی دوباره و با ورقهایی تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود